درود بر همه شما پارسی زبانان سراسر دنیا. لطفاً کانال خودتون رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. مغز سرخ شده، قلب توتی دریایی و میگوی مست چه ویژگی‌های مشترکی با هم دارن؟ همه این غذاهای عجیب و غریب تو یک جایی از جهان به عنوان غذای بسیار لذیذ شناخته میشن. با اینکه احتمالاً بیشتر آدم‌ها به محتویات داخل غذاهای مورد علاقه‌شون دقت نمی‌کنن و به هیچ عنوان اون رو عجیب نمی‌دونن، ولی شاید نهار محبوبتون برای یک خارجی معادل یک کابوس باشه. بنابراین قبل از اینکه سفر آشپزیمون رو به دنیای چندشاورترین و عجیبترین غذاهای جهان آغاز کنیم، از خودتون بپرسین چقدر مایلین در مورد عادات غذایی هم نوعتون در سایر نقاط جهان بدونید. بدیهی است برخی از غذاهایی که شاید برای ما ایرانی ها عجیب نباشه، برای خیلی ها عجیب به نظر میرسه. با ما همراه باشید در ادامه ی ویدیو. چندشاورترین و عجیبترین غذاهای جهان که شاید امتحان کنید. ساندویج مغز سرخ شده در ایالات متحده. این غذا که بیشتر متعلق به گذشته است تا پیش از شیوع بیماری جنون گاوی و بروز نگران از سلامت اونها، جزو غذاهای محبوب برخی نواحی مرکزی ایالات متحده به شمار می رفت. با اینکه فروش مغز گاوی با سن بیش از 30 ماه در کشتارگاه‌های ایالات متحده قانونی نیست، هنوز هم برخی آدم‌ها به خوردن این غذا علاقه دارند. اسکاموله مکزیک. این غذا که حاوی شفیره مورچه‌هایی است که از ریشه گیاه آگاوه برداشت می‌شن، در مکزیک به عنوان غذای لذیذ و خوشمزه طرفدار داره. در حقیقت گاهی اوقات به این غذا خاویار حشرات هم میگن. گفته میشه طعم این غذا مثل کره و کمی شبیه طعم آجیله. هاکارل ایسلند. این غذا معمولاً در ایسلند محبوبه. اونها معتقدن گوشت کوسه گرم و دیده تخمیر شده معمولاً دارای طعمی اکتسابیه. ولی ما به اظهار نظر مشهور سرآشپز آنتونی بوردون در شبکه تلویزیونی تراول معتقدیم که میگه هاکارل تنها بدترین، منزجر کننده ترین و بدمزه ترین چیزی بود که تا حالا خورده. سوپ لانه پرنده چین. صدها سال چینی ها از لونه های ساخته شده از بزاق پرندگان تو آشپزیشون به خصوص تهیه نوعی سوپ استفاده می کنن. با اینکه این لونه های خوراکی گونه های متفاوتی دارن، به طور کلی سوپ لانه پرندگان یکی از گرون قیمت ترین غذاهای روی زمین به شمار میره. سوپ تهیه شده از گونه قرمز این لانه کاسه 10,000 دلار به فروش میرسه. میگوی مست چین. طرز تهیه این غذای محبوب در برخی نواحی چین به این ترتیبه که میگوی زنده رو در مشروب الکلی بسیار قوی میندازن و سپس به همون حالت، یعنی زنده، میل میکنن. البته که این غذا هم در برخی نواحی ایالات متحده محبوبه، ولی لاغر در این کشور میگو رو یک کمی میپزن. ماهی رینگ تخمیر شده، سوئد. نوع غذا در شمال سوئد محبوبه که از ماهی رینگ تخمیری دریای بالتیک تهیه میشه. معمولا این غذا رو به صورت کنسروی به فروش میرسونن. گاهی اوقات هنگام حمل و نقل برخی از قوطی‌های کنسرو به دلیل ادامه فرایند تخمیر به شدت باد میکنن. به تازگی مطالعی در ژاپن دریافته این غذا در میان غذاهای سراسر جهان متعفن‌ترین بو رو از خودش متساعد میکنه. به این ترتیب منطقی به نظر میرسه که چرا معمولاً این غذا رو در فضای باز میل میکنن. ساناکجی شرق آسیا. این غذا نیز درست مانند بسیار از غذاهای شرق آسیا خام خورده میشه. خیلی خام. سراشپز مقابل چشمان شما هشپای کوچیکی رو قطعه قطعه میکنه و روی اون روغن کنجد میریزه. اگر وی گاهی اوقات به اونها ضربه میزنه تعجب نکنین، زیرا هنگامی که با چوبهای غذاخورتون میخواین اونها رو بردارین دائما تکون میخورن. صدف کوههای راکی، کانادا و ایالات متحده. در اینکه این غذا از کوههای راکی میاد شکی نیست، ولی در تهیه اون به هیچ عنوان از صدف استفاده نمیشه. این غذا در واقع از بیزه ها یا دنبلان گاو تهیه میشه. برای تهیه این غذا پوست دنبلان رو جدا میکنن، اونها رو صاف میکنن و به شکل عمیق و کامل سرخ میکنن. کوپیلواک اندونزی. کوپیلواک یکی از گرون قیمت ترین گونه های قهوه است که حدود نیم کیلو از اون بیش از 150 دلار قیمت داره. این قهوه از دونه های قهوه‌ای تهیه شده که حیواناتی به نام ذباد به عنوان مدفوع از خود خارج میکنن. به این ترتیب که این پستاندار متعلق به جنوب شرق آسیا در مزارع قهوه میچرخه، دونه های قهوه رو میخوره و کشاورزان مدفوع اون رو جمع میکنن. سنهای بدبو اندونزی.
در کشور اندونزی این حشره های بدبو رو خیلی دوست دارن. شاید به خاطر اینکه مزه تخمای آفتابگردون تلخ و بی‌نمک میده. فقط باید خیلی سریع بجویدشون. لوتفیسک اسکاندیناوی. این خوراکی که معمولاً در میان کشورهای اسکاندیناوی محبوبیت داره، از ماهی خشک شده و سود سوزاور تهیه میشه. بله، سود سوزاور. ماهی خشک رو به مدت چندین روز در این ماده تند و سوزان قلیایی که به هیدروکسید سدیم هم معروفه میخوابونن. پس از اینکه ماهی رو از داخل سود سوزاور در میارن، آنچنان تند میشه که باید تقریباً یک هفته در آب سرد بمونه تا قابل خوردن باشه. پنیر متعفن، ساردینیا. بهترین توصیفی که میشه از این خوراکی متعلق به ناحیه ساردینیا ارائه داد، عبارت از پنیر گوسفندی حاوی شفیره زنده حشرات، کاسو، مارزو، یعنی پنیر متعفن. و بدترین قسمتش نیست اینه که اگرچه این شفیره ها ابتدا فقط حدود 8 میلیمتر طول دارن، بعد از گذشت زمان میتونن تا 15 سانتی متر رشد کنن. البته اون زمان دیگه پنیر خراب شده. موپانه آفریقا. این کرم‌های پیله‌ساز که عموماً روی درخت موپانه، یعنی درخت مرهم یافت میشن، به همین خاطر اونها هم موپانه نامیده میشن. منبع پروتئینی مهمی برای میلیون‌ها آفریقایی به شمار میره. معمولاً این کرم‌ها رو خشک میکنن و به عنوان تنقلات نوشجان میکنن. کاسه چشم ماهی تون، ژاپن. کاسه چشم ماهی تون خوراکی نسبتاً ارزون قیمتیه که در بیشتر فروشگاه‌های مواد غذایی کشور ژاپن حدوداً به قیمت 1 دلار به فروش میرسه. این خوراکی دارای طعمی شبیه ماهی مرکبه که پیش از مصرف باید آب پز بشه. فراموش نکنید قبل از خوردن کاسه چشم ماهی تون کمی سس هم به اون بزنید. سوسمار خشک شده برخی کشورهای آسیایی. در برخی از فرهنگ‌های آسیایی از سوسمار خشک شده برای تهیه سوپ با یاگاهی اوقات با خیسوندن در الکل جهت بهره‌مندی از خواص پزشکی اون استفاده میشه. اگرچه این فرایند احتمالاً سال‌های سال به طول بیانجامه. کله پاچه ایران. البته که من و شما میدونیم جای این غذای خوشمزه تو این فهرست نیست. اما برای رعایت امانت نویسنده این غذا که در کشور ایران و همسایه‌های مجاور محبوبیت داره هم آورده شده. کله پاچه همونطور که از اسمش پیداست دقیقاً از سر و ساق پای گوسفند تهیه میشه. علاوه بر سر و پای گوسفند، اندام‌های داخل شکم گوسفند هم به صورت جداگانه در تهیه غذای دیگه استفاده میشه. ناکجی. این غذا شباهت زیادی به ساناکجی داره، با این تفاوت که در ناکجی هشبا به طور کامل خورده میشه. البته این غذا درست مانند برخی دیگر از غذاهای این فهرست خالی از خطر نیست. گفته میشه پاهای مکنده هشبا به زبان و دهان میچسبن و خطر خفگی ایجاد میکنن. سالانه گزارش‌های متعددی حاکی از مرگ در اثر ناکجی خوردن شنیده میشه. با سپاس از همراهی شما، امیدواریم که از این ویدیو لذت برده باشید. میتونید تو قسمت کامنت ها برامون بنویسین که تمایل دارین چه نوع مطالبی رو باهاتون در میون بذاریم. تا درود دیگر، بدرود.